بینندگان عزیز درود بر شما از استدیوی خبر تلویزیون تیش که همه آخرین رویدادها را به آگاهی شما میرسانیم یکی از فعالین سیاسی جوان رود بازداشت شد بر اساس گزارش ها در چند روز اخیر یکی از فعالین سیاسی شهرستان جوان با نام شاهو مرادی بازداشت شده است شاهو مرادی در سالهای 85 و 86 به اتهام ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی و عبور غیرقانونی از مرز از سوی دادگاه های شهر های و گرج به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده و با قرار چهل میلیون تومان وسیقه آزاد شده بود. در مراسم روز دانشجو در دانشگاه ارومی مسئولان با اعتراض دانشجویان روبرو شدند. روز شنبه 16 آذر ماه 1387 به منظور گرامی داشت روز دانشجو از طرف انجمن اسلامی مستقل دانشگاه ارومیه مراسمی برگزار شد این مراسم از ساعت سه بعد از زار در سالن اجتماعات چمران واقع در پردیس نازلو با حضور تنی چند از مسئولان دانشگاه و اقای مقام فرهنگی وزیر علوم و توام با اعتراض دانشجویان نسبت به شیوه برگزاری این مراسم برگزار شد شمار کثیری از دانشجویان دانشگاه ارومیه قبل از ورود به تالار برگزاری مراسم با سر دادن شعارها و خواندن سرود یار دبستانی من این مکان را ترک گفتند در پایان مراسم به دانشجویان اجازه طرح سوالاتی داده شد چکیده مباحث دانشجویان علل تسلط فضای سرکوب بر جریان فعالیت های دانشجویی و پرهزینه بودن این فعالیت ها و اعتراض به جو پلیسی دانشگاه ها و سایر مشکلات سنفی بود همچنین پس از آن که دانشجویان شرکت کننده در مراسم با نحوه پاسخگویی مسئولین به سوالات مطرح شده مواجه شدند مراسم را ترک کردند همچنین به گزارش این مرکز خبری روز گذشته شماری از انجمنهای دانشجویی دانشگاه پیام نور مریوان مراسم فرهنگی سیاسی برگزار کردند برگزاری این مراسم در حالی است که قریب به یک سال است که حراست دانشگاه پیام نور مریوان اعلام کرده است دانشجویان حق برگزاری چنین مراسمی را ندارند همچنین به گزارش خبر, خبر مرکز خبر حزب دموکرات کردستان ایران نیروهای بسیجی به تجمع 16 ام دانشجویان و دانشگاه همدان حمله ور شدند بر اساس این گزارش روز 16 ام آذر ماه صدها دانشجوی آزادیخواه دانشگاه همدان به منظور پاس داشتن روز دانشجو مراسمی را برگزار کردند اما این مراسم مورد هجوم نیروهای بسیجی قرار گرفت از سوی دیگر روز گذشته دانشگاه کردستان توسط ماموران امنیتی مواصره شده بود و در حالی که تمامی حرکات دانشجویان را تحت نظر قرار داده بودند مانع از برگزاری مراسم روز دانشجو شدند بر اساس گزارش های دیگری تجمع روز دانشجو در تهران تحت کنترل شدید امنیتی برگزار شد در این مراسم دانشجویان شعار مکبر بر دیکتاتور و محمود احمدی نژاد عامل تهدید و فشار سر دادند شبل قبل از آن نیروهای امنیتی منزل فعالین دانشجویی را تفتیش کردند این در حالی است که شب 11 آذر ماه شماری از فعالان دانشجویی در تهران ارومیه تبریز و اردبیل بازداشت شدند در ادامه سرکوب ها یکی از دانشجویان رشته عمران دانشگاه ایلام به اسم یاسر بیاسر بهادری در روز دانشجو بازداشت و دو تن از دانشجویان دانشگاه مشهد به دادگاه انقلاب ازار شدند دستگیری یاسر بهادری به دلیل حمایت وی از یکی از همکلاسی های خود که توسط یکی از اساتید مورد حد که حرمت واقع شده بود به دادگاه اعزار شده بود و دادگاه تجدید نظر که قضاوت آن را همان قاضی بر همان استاد بر عهده داشت یاسر را به چهار ماه حبس تعذیری محکوم کرد یاسر بهادری روز گذشته پس از دستگیری به زندان اوین منتقل شد همچنین نوید صادق صابری و محسن صنعتی پور از فعالین دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد امروز به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شدند در این احضاریه به دلایل مراجعه آنان به دادگاه انقلاب اشاره‌ای نشده بود دو نفر در قم به پرتاب از بلندی محکوم شدند در ادامه صدور احکام غیرمتعارف و مقایر با قوانین بین‌المللی از سوی رژیم جمهوری اسلامی دستگاه قضایی این رژیم دو نفر را در قم به اتهام ارازل و اوباش به پرتاب از بلندی محکوم کرده است. دادگاه قم همچنین دو تن دیگر را به اتهام ارازل و اوباش به اعدام از طریق چوبه دار محکوم کرد. محمد البرادعی گزینه دیپلماتیک برای حل مسئله اتمی ایران را شکست خورده خواند. محمد البرادعی رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتگویی با روزنامه لس آنجلس تایمز اعلام کرد تلاش های غرب طی سال های گذشته برای قانع ساختن جمهوری اسلامی به منظور توقف بنامه های هسته ای مشکوکش بی نتیجه بوده است سخنان البرادی در حالی است که جامعه جهانی چند در چند سال اخیر فعالیت های گسترده ای را برای متوقف کردن فعالیت های مشکوک ایران انجام داده است همچنین پس از انتشار آخرین گزارش البرادی در مورد مناقشه هسته ایران مقامات کشورهای غربی واکنش های تندی نسبت به بیتوجهی های جمهوری اسلامی نشان دادند. ایهود اولمرت آزار اعراب توسط شهرکنشینان یهودی را محکوم کرد. پس از آنکه هفته گذشته یهودیان شهرک نشین الخلیل سه فلسطینی را به ضرب گلوله مجروح کردند، ایهود اولمرت نخست وزیر از اسرائیل آزار فلسطینیان این شهر از سوی یهودیان را محکوم کرد. وی در جلسه هیئت دولت اسرائیل گفت با دیدن صحنه های ویدیویی تیراندازی یهودیان به سوی فلسطینیان شرم زده شده است و این اعمال را می و به گفته وی این اعمال را می به عنوان آزار جمعی نام برد قابل ذکر است حمله شهرک نشینان یهودی القلیب به فلسطینیان پس از بیرون راندن 250 شهرک نشین از یک ساختمان توسط پلیس اسرائیل صورت گرفت ستیز جویان اسلام نیروهای ناتو حمله ور شدند. امروز هفتم دسامبر نیروهای ستیز جوی اسلام گرا در پاکستان به یک کاروان نیروهای بین المللی حمله ور شده و بیش از 100 کامیون تدارکاتی این نیروها را نابود ساختند. این تهاجم در نزدیکی شهر پیشاور واقع در شمال غربی پاکستان به وقوع پیوسته است. این کاروان حامل تدارکات سوختی، خوراکی و تجهیزات نظامی مورد نیاز نیروهای خارجی مستقر در افغانستان بوده است. کشته شدن یک نفر در یونان موجب بروز نارامی عمومی شد. هجوم پلیس یونان به یک نوجوان موجب مرگ وی گردیده و به همین دلیل نارامی ها در این کشور بالا گرفته است. در این رابطه در شهر سانی لورکی دومین شهر بزرگ یونان، صدها جوان توسط بمب‌های یا آتش‌زا، سنگ و چوب خودروهای پلیس و مغازه‌ها حمله ور شده و از میزان قربانیان این وقایع خبری در دست نیست در واکنش به این رویدادها دولت یونان نسبت به کشته شدن نوجوان مزبور ابراز تاسف کرده و وعده تحقیقات لازم در این زمینه را داده است همچنین دو پلیس که در این وقایع دست داشتند از کار معلق شدند بینندگان عزیز خبرها را مشاهده نمودید تا دیدار دیگر شاد و سربلند باشید